میلاد جان سلام. سلام آرمین عزیز، صدامو داری؟ خوبی؟ بله بله خیلی خوب. من یه دو تا سوال ریز میکنم و سریع مرخص میشم. اینکه بالفرض مثلا آرمین نواری موفق شد یه کشوری، حالا ما کلا من خودم خودنما ببرم، یه کشوری از مجموعه تمام خودنما ببرا تأسیس بکنی، بعد این اسلامگرایان ناندرتال بغل ما حمله بکنن به ما، ما با چه انگیزه، حالا اون انگیزه دارن دیگه، نمیدونم به قول سینا نمیدونم انتحاری میرن، نمیدونم ما چه انگیزه باید جلوی اینو وایس مثلا چه جوری میتونیم جلوی اینو وایس، نه اخلاقیات دارن نه هیچی، با زن و بچه رو بوم میبندن میفرستن سمت ما، ما به عنوان یک کشور که خدا ناباوریم و به اون دنیا و این چیزا اعتقاد نداریم چه جوری میتونیم جلوی اینو وایس، مثلا خب اونا تکنولوژی دارن در حال حاضر، نمیدونم نظرت چیه چه جوری میشه اینا رو استاپ کرد؟ اوکی، شهر ما ارتش داره یا نداره؟ خیلی ارتش داره ولی اونها رو ببین چجوری میان انتحاری و نمیدونم اصلا بدون هیچ مرزی میکشن میرن جلو، ولی ما برخواهی سر اخلاقیات داریم که رعایت میکنیم ولی اونها پوری میخوان. اولا مذارم ما یه ذره این سناریوی که شما درست کردین ما حواسمون باشه، منظورم این نیست که همه مسلمان ها اینجوری هستند، درسته؟ یعنی شما یه مسلمان خواهد و یه ما داریم فرضی میگیم، چون من به یک کشورم اعتقاد ندارم که یک کشور درست بکنیم که همه توش خدا ناباور باشن، یعنی باید کشور، یعنی اینو به طور فرضی میگیم چون من فکر نمی‌کنم این مفید باشه که یک کشور درست بکنیم، فرضی. خیلی خوب، خب ببین من باید ببینیم ارتشمون چقدر قابلیت داره، من نمیم ارتشمون، اگه ارتش داریم باید از ارتشمون تا اونجا که میتونیم دفاع بکنیم و امیدوارم که توی مدتی که کشور بودیم به اندازه کافی دوستم توی جامعه بین‌المللی پیدا کرده باشیم، انقدر تجارت با کشورهای دیگه داشته باشیم که اونا به نفعشون باشه که بیان توی این شرایطی از ما دفاع کنن. یعنی شما دارین میگین که چون اونها یک استاندارد، ما توی جنگ ممکنه یه استانداردهایی داشته باشیم که اونا ندارن، به اونا یه قابلیتی میده که ما نداریم، اونا میرن جلو گلوله، کلن من برای چه برم برم جلو گلوله برم هم کش برش میرن کش نمیشه واسه بود. خب ببین اگه یک کسی، من نمیدونم شما یک کسی اگه داره به شما حمله میکنه، خب شما با هر چی دارین بعد از خودتون دفاع کنین، مشکلی نداره. من یعنی شما فکر میکنین چون من یه انسانگرا هستم من متوجه سوال نمیشم؟ شما فکر میکنین که شما، یا سوال براتون اینه که من ممکنه بگم که حمله نکنیم به چون اینا مسلمونه؟ اون هم چه میدونم یه فرهنگ دارم اسم شهادت که نمیدونم چیه، خیلی به قول مرقی سوالگری و این چیزی دادن هم میرن جلو فکر کنن و من تجربه. ببین میلا جان، من تجربه، من استراتژی جنگی ندارم، من میرم با جنرال رو صحبت میکنم ببینم چی داریم چی نداریم. بحث انگیزه. آها بحث انگیزه. آها بحث انگیزه، یعنی ما با چه یعنی کسایی که دارن برای ما میجنگن با چه انگیزه. خب ما امیدوارم، ببین برای همین باید امیدوارم یک کشوری درست کرده باشیم که انقدر کاربرد داشته باشه برای شهرونداش، یعنی علاقه، ببین من علاقه بر اساس این که مثلا خاکمون مقدسه، کشورمون یه تاریخ مثلا مقدس داره و فلان اینا، دوست ندارم یه همچین با این بهونه انگیزه بسازیم. من میگم باید یه کشوری، یه حکومتی باشه و یه کشوری داشته باشیم که انقدر مفید باشه برای شهرونداش و انقدر سود برده باشن شهرونداش به خاطر این حکومتی دارن و به خاطر این کشوری که دارن و به خاطر علاقه شون به این بازدهی و این کارنامه‌ای که این حکومت داره و برای دفاع از چیزی که به دست آوردن همکاری. ما یه شهروندایی بودیم، ببینیم نه تاریخ مقدس داریم نه خاک مقدس داریم، هیچ کدوم از اینا رو نداریم. ما یک شهروند بودیم که با هم جمع شدیم و تونستیم با کوشش با هم دیگه یک چیز زیبایی به وجود بیاوریم که برای هممون و زندگی هممون رو بهتر کرده و این چیزی که ما اینجا ساختیم با هم ارزش دفاع داره و این انگیزه رو به همه بدیم که، یعنی ملی‌گرایی بر اساس کاربردی، بر اساس سودگرایی، نه بر اساس تاریخ و چه میدونم خاک و اینجور چیزا. خب نظر چیه؟ درست متوجه شدم دقیقا، ولی خب من هنوز کارایی این انگیزه رو ندیدم، مثلا کارایی انگیزه ملی‌گرایی نمیدونم دین و این چیزا رو دیدم تو جنگ و به هر حال این طرف میگه خدا، اون طرف هم میگه خدا، بعد یافتم به جنفر، ولی حالا ما چون من ندیدم به چش آیا
این کارهایی که یه دولت میتونه پیاده سازی بکنه این انگیزه میشه واسه یه فردی که وایس از اون دولت مثلا دفاع بکنه. معمولا تو جنگ ها دولت هم هرچی سرویس بده نهایت اینا میگن خدا و پیغمبر و اینکه ببینیم واسه خدا بده. ببین شما اگه واقعا مردم ببینن که زندگیشون رو بهتر کردی و این یعنی ببینن که واقعا یه جای یه کشوری که خوب بوده برای خودتون و برای خانوادتون، به طور منطقی میتونیم به همه بینو بقبولنیم که این ارزش دفاع داره. میدونی لازم چه؟ یعنی لازم نیست قول حوری و قول مثلا اهورامزدا و چه میدونم بهشت و جهنم، اینا لازم نیست. شما میتونید مشاهده بکنید، دارین میبینین که چی گرفته. یعنی ما به جای اینکه قول آینده رو بدیم، خود زندگی حال خودتون رو نگاه بکنید و مقایسه بکنید با چیزی که مثلا ما کشور دیگه. ببین به دلیل اینکه از این استفاده نمیشه، به خاطر اینکه حکومت باید واقعا یه حکومت خوب باشه. یعنی برای ببین وقتی حکومت ها میان از مثلا بهشت و جهنم یا از این مقدس کردن خاک و اینا استفاده میکنن، به خاطر اینکه شهروندان رو به اندازه کافی راضی نکردن، برای این کار سختیه. خب برای همین باید از چه دیگه مایه بذارن. خب من سوال دوم یه صحبتی داشت راجع به وگان شدن و ویجیتریان. گفتی که مثلا گوشت نمیخورم، یعنی گوشت میخورم، توجیه کرده بود گوشت خوردن و ولی گفته بود ما باید روی کیفیت زندگی حیوانات تمرکز بکنیم که کیفیت رو ببریم بالا. حالا آرمین نوامی و حالا هزاران نفر دیگه دارن گوشت میخورن، خب این باعث مس پروداکشن میشه. چه جوری میخواید مثلا این مس پروداکشن رو حمایتش بکنید در این حال کیفیت؟ چرا باید اصلا اون کارخونه کیفیت این حیونا رو ببره بالا وقتی مس پروداکشن؟ خب بذار من سوالت رو توضیح بدم که ببینم متوجه شدم درست شدم یا نه. خب من میگم که کشتن حیوانات مشکل نداره تا وقتی که زشکش نشن، تا وقتی که زندگیشون با اذیت و آزار نباشه و کشتنشون به طور انسانی باشه، اشکال نداره که ما حیوانات رو بکشیم. ولی کسایی که مخالفن با من میگم ببینید با این مقداری که گوشت ما تولید میکنیم امکان نداره که ما بتونیم یک زندگی مرفه یا بدون اذیت و آزار برای حیوانا درست بکنیم. یعنی اگه زندگی بدون اذیت و آزار برای حیوانا باعث میشه که یعنی تو این شرایط با این همه گوشت امکان پذیر نیست. خب و هر کسی که داره گوشت میخوره بگو نه تنها امکان پذیر نیست، دوم اینکه انگیزه نیست. وقتی که آرم نوابی یا هر میلاد داره گوشت میخوره، اصلا چرا باید این اتفاق بیفته؟ وقتی داره از این صنعت حمایت میشه، پول سازم هست، تا وقتی اون اتفاق نیفته ما نه از گوشت بخوریم قاعدتا. وقتی من میگم با قانون و مالیات این میتونه عوض بشه، با قوانین و مالیات. میگم به جای اینکه ببین وقتی که فعالیت اگه میخواین شما فعالیت بکنین علیه مثلا برای بهتر شدن حقوق حیوانات و اینا، شما مقایسه بکنین با همه چیزهای دیگه. خب شما مثلا فرض کنین که اگه میخواین مقدار دیوکسید کربن رو توی هوا زیاد کمتر بکنید، مقدار تأثیری که وجود داره به خاطر که یه شخصی که باعث میشه که مثلا سوار ماشین نشه، سوار دوچرخه‌اش بشه، خب یعنی این تغییر زندگی روزمره‌تون انقدر کمه تأثیرش روی مقدار سیوتو تو هوا. بیشترین تأثیراتی رو که ما دیدیم موقعی بوده که مثلا قوانین عوض شده، مالیات روی تولیدات چیزی که باعث تولید دیوکسید کربن میشه بالا رفته. خب یعنی این مقدار تغییری که ایجاد میشه به خاطر فعالیت های روزمره ما یه قطره تو دریاست نسبت به تغییری که یه حکومت ها میتونن انجام بدن با یه تغییر قانون یا اضافه کردن مالیات روی این چیزا. شما اگه میخواین مردم کمتر گوشت بخورن، مالیات رو گوشت ببرین بالاتر و پول این مالیات رو ببرین برای فعالیت برای بهبود زندگی حیوانات. مردم به طور خودی خود بدون اینکه لازم بشه فعالیت بکنه، مقدار گوشت خوردنشون میره پایین. البته من برای ایران صحبت نمی‌کنم، شما نه بگید شما من دارم در کشور دیگه صحبت می‌کنم. من الان می‌دونم تو ایران اصلا این حرفا رو اصلا نباید زد، الان وضعیت مردم از لحاظ قابلیت خریدشون. من دارم در کشور دیگه صحبت می‌کنم، شما نه بگید آرمین داره میگه گوشت کمتر بخورین در حالی که مردم تو ایران اصلا سفره‌شون داره کوچیک‌تر میشه. من درباره ایران الان صحبت نمی‌کنم، دارم درباره کشور دیگه صحبت می‌کنم. خب داشتم چی میگفتم؟ آها شما اگه
صنعت بگو بگو. حمایت میکنه، یعنی من صنعت داره با زرش کشی با دور کردن این گوساله از گاو و تمام این داستان داره پول در میاره و میره جلو، قانون هم دستشه اون بالا. من محل آلمان زندگی میکنم، چه جوری میخواد آلمان از این همه پول مثلا چش کوچی بکنه فشار بذاره وقتی که آلمان نوابیات نمیدونم تمومه. من میگم شما اگه اگه شما فعالیت سیاسی بکنید مثلا که فشار بیارین رو حکومت مثلا آلمان که مالیاتو یا قانون بذاره برای جایی که مثلا مرغ دارن و اینا که مثلا قفساشون بزرگتر بشه، یا ببین دفاع میکنه از این مسئله داشتن دفاع میکنه. ببین شما نگاه کنین الان الان قانونایی که توی کشورهای غربی گذاشته شده برای اینکه چجوری باید حیوان کشته بشه خیلی فرق خیلی باعث شده که حیوان‌ها زندگیشون راحت تر بشه. می‌نازم چه؟ شما الان نگاه کنید توی کشوری مثل دانمارک اصلا گوشت حلال و گوشت کوشر رو برای یهودی‌ها رو دارن غیرقانونیش میکنن، برای اینکه میگن که شما حق ندارید، باید با این چیزایی که یعنی گاو اگه دیده باشین چجوری توی این کشور کش میکشن، با خاطر همین فشارهای حقوق حیوانی بوده که الان گاو جوری دیدین چجوری گاو میکشن. مثل تو اسلام نیست که گردن میزنن. ببین وقتی شما گردن یه گاو میزنین کلی داره درد حس میکنه قبل از اینکه بمیره، ولی تو کشورهای اروپایی یا مثلا یا کانادا نگاه بکنین یک بولت گان میذارن پشت گردنشون و نخا رو بدون درد به صورت سریع از بقیه بدن جدا میکنن، یعنی بدون سریع میفته پایین بدون احساس هیچ دردی میمیره. خب این به خاطر فشارهای سیاسی به خاطر فعالیت‌های یعنی حقوق حیوانی و اینا بوده که این تغییرات کرد. بگو خب تو الان رو دوشه بقیه انداختیم داستان خود چه حرکتی میخوای بکنیم مبارزه. خب ببین تعداد فعالیت هایی که میشه کرد برای بهتر کردن جهان انقدر زیاده که ما هر کدوممون باید میتونیم انتخاب بکنیم که روی چی تمرکز کنیم. خب ما نمیتونیم هممون رو همه چی تمرکز بکنیم. خب هر کسی میتونه انتخاب کنه. من از کسایی که مثلا فعال حقوق حیوانات هستم بنی من خیلی خوشحالم که یه سری کسایی رو دارن روی این تمرکز میکنن و این کار خیلی مفید میمونه. من دارم روی یه چیز دیگه فعالیتم روی چیزای دیگه است. ما باید هر کدوممون انتخاب بکنیم روی چی میخوایم تمرکز کنیم، لازم نیست هممون همه کار بکنیم. نه همینجوری تو زمینه شخصی میگم، نه به صورت مثلا اکتیویستی یا این داستان. حالا متوجه شدم کلا. ببین مثلا فرض کن نگاه کن تو میتونی به جایی که با ماشین بری سر کار با دو چرخه بری سر کار، خب ولی این باعث میشه که مثلا فرض کن که کمتر بتونی کار کنی، ممکنه رو حقوق تاثیر بذاره. خب ولی خب کره زمین دفاع نمی کنم یه کار ما کار خوبیه. نه ببین من گوشت خودت رو خوردم نمیدونم خیلی هم دفاع خوبی دفاع نداره واقعا با قبول بود. نه ببین من قبول دارم که گوشت خود نخوردن از گوشت خود خوردن بهتره، ولی من کولرم هم خاموش کردن خب الان از کولرم روشن گذاشتن بهتره. من الان اگه کولرم رو مثلا خاموش بکنم به نفع کره زمینه، ولی من این راحتی رو همین آگاهی رو میخواستم ببینم متوجهم که دارید که اوکی. بله بله ببین فقط فقط گوش خوردن من که نیست، من خیلی کارا تو طول روز دارم میکنم که میتونم زندگیمو یه ذره سخت‌تر بکنم ولی به نفع دنیا باشه. خب ولی ما نمیتونیم هممون همه کارا رو بکنیم، تا یه حد فعالیت میکنیم دیگه بعد از اون انتظار زیادیه. میدونی ازم چیه؟ آره من میگم گوش نخورن کار سخت نیست به همه آدم شنونده ببینن. خب نه منم کولرم ببین منم کولرم میتونم یک ذره بذارم الان بالاتر یک ذره کمتر سرد بکنه، خب باعث میشه که انرژیش مصرفش بیاد کمتر بشه و به نفع کره زمین میشه. من میتونم این کارو بکنم ولی ترجیح میدم الان یه مقدار رفاه هم بیشتر بشه. یاسه من فارغه به خاطر اینکه شما داری میگی که یکم سختی بخوری، من هم یعنی که گیاهخواری اتفاقا لذتش هم بیشتره مثل اون کولت رو ببر بالا. این نظر شماست، من به عنوان کسی که ورزش میکنم و به عنوان کسی که خیلی دنبال میکنم که دقیقا همه من به شما میگم که بدون گوش نمیگم امکان پذیر نیست ولی سخت‌تره. خیلی سخت‌تره ولی پروتئین رسوندن سخت‌تره ولی نشدنی نیست. نشدنی نیست فقط سخت‌تره. نشدنی نیست فقط سخت‌تره.
خب بعد یه چیزی حالا یه توسل به طبیعت، یه مغلطه توسل به طبیعت گفتیم که انسان گوش خاره یا گیاه خار، ولی من میام اونجا شما یه تیکه گوشت نپخته رو میتونید بخورم میاد نمیتونه حسن ارزش بکنه. حالا من نمیخوام مغلطه توسل به طبیعت میکنم، ولی انسان ذاتا گیاه خار. نه انسان ذاتا هم گیاه خاره هم گوشت خاره و گوشت بدون نپخته بخورم میتونیم؟ نه نه ما البته سوشی بله سوشی که من خیلی دوست دارم، ولی نه ما نه من فکر کنم ژنتیکی عوض شده. ما گوشت پخته از وقت گوشت پخته رو خیلی نمیدونم، من اینو اطلاع ندارم. خب ولی اینکه ما گوشت خوار هستیم به طور طبیعی کاملا ببینیم کسایی که گیاه خوار هستن باید یه سری چیزایی رو که تو گیاه نیست رو ساپلمنت بگیرن بخورن، با قرص باید بخورن. ما میدونیم که ما ویتامین B به اندازه کافی تو گیاه وجود نداره، اینا همه میدونن که ما به طور طبیعی گوشت خارم هستیم. B12 و زینک هم نداریم اندازه کافی توی گیاه های اینا، یه سری چیزا یه سری عنصرهای هست. B12 چرا توی حیوان ها اینجکشن ها تو غذاشون میریزن و توی اینجکشن، یعنی گاوا بهش B12 اینجکت میکنن که به صورت پروتئین اینجکت میکنن. نه شما ببین شما مثلا ماهی اگه بخورین یه کلی بیماری ها رو جلو کلی چیزا رو ازتون میگیره، خیلی به نفع شما هست. یه سری چیزا هست ببین مخصوصا ماهی مثلا حیوانات بی دوازده توی حیوانات بخاطر اینه که بهشون تزریق میشه. نه حالا ممکنه بیشتر بشه ولی نه 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 ببینین حتی تزریق هم نشه، شما B12 از بدون تزریق هم از حیوان خیلی بیشتر از گیاه میگیرید. اصلا تو گیاه من نمیدونم اصلا میگیرین یا نمیگیرین، فکر اصلا نباشه ممکنه نداریم. نه ببین بدون تزریق هم شما از حیوان B12 میگیرید، از ماهی تو دریا هم اگه ماهی بگیرید B12 ویتامین B12 شما دارین میگیرید. حالا ممکنه اینا حتی تزریق میکنم بیشتر میشه، ولی ببین من حالا من ببین من این مهم نیست از اون لحاظ، بخاطر اینکه ببین شما اگه بخواید دفاع بکنین گوشت نخوردن، حالا B12 هم نگیرین بگیرین مشکل نیست، چون شما میتونید ساپلمنت، این فرقی توی اخلاقی بودن این نمیکنه، چون شما میتونین B12 رو با قرص بگیرین، زینک هم میتونین با قرص بگیرید، برای این مشکلی نیست. نه من فقط میخواستم راجع به این صحبت کنم که انسان ذاتاً گیاهخواره. مهم نباید تاثیر ببین ذاتاً گیاه ببین من میگم ذاتاً هم گوشخوار هم گیاهخواره، ولی این تأثیری روی اخلاقی بودن یا غیر اخلاقی بودن این نباید بذاره، چون شما خودتون گفتین توسل به طبیعت مغلطه است. شما حتی اگه ببین حتی اگه انسان کاملا هم گوشتخوار باشه، شما میتونید بیان استدلال بکنین که ما باید ضد علیه طبیعتمون به خاطر دلایل اخلاقی فقط گیاه بخوریم و با قرص چیزایی که نمیگیریم و ساپلمنت با ساپلمنت بگیریم. یعنی این فکر تاثیر روی اخلاقی بودنش نمیذاره. همین واسه همین دلیل واضح کردن داستانی رو گفتم، نمیخوام مغلطه بشم. باشه. مرسی میلا جان فعلا.